بینندگان عزیز ایران فردا سلام. به یه صفر و یک دیگه خوش اومدین. امیدوارم که از 10 دقیقه آینده نهایت استفاده رو ببرین. لطفاً با ما و در دنیای ماشین ها و تکنولوژی های جدیدمون همراه باشین. نمایشگاه خودروی دیترویت 2018 میزبان نسل دوم هیوندای ولوستر و نسخه پرقدرت ولوستر N با قدرت 275 اسب بخار بود. مدل پایه ولوستر جدید با پیشرانه 4 سیلندر خطی 2 لیتری با قدرت 147 اسب بخار و گشتاور 180 نیوتن متر به همراه جعبه‌دنده 6 سرعته دستی یا خودکار ارائه میشه که نسبت به پیشرانه 1.6 لیتری نسل اول 15 اسب بخار قدرت و 16 نیوتن متر گشتاور افزایش داشته. اما نسخه توربو با همان پیشرانه 4 سیلندر 1.6 لیتری توربو شارژ نسل گذشته با قدرت 201 اسب بخار و گشتاور 265 نیوتن متر عرضه خواهد شد. البته پیشرانه ولوستر توربوی جدید برخلاف نسل اول که از 1750 دور در دقیقه به اوج گشتاور میرسید، از دور موتور 1500 به اوج گشتاور میرسه. ولوستر توربو به جعبه‌دنده 6 سرعته دستی یا 7 سرعته 2 کلاچه مجهزه که این یعنی تعویض به دنده بالاتر در هنگام پیچیدن انجام نمیشه. مدل مفهومی کراس موشن به عنوان زبان طراحی آینده کراس اوورهای شرکت ژاپنی نیسان در نمایشگاه خودروی دیترویت 2018 به نمایش گذاشته شد. نیسان از مدل مفهومی کراس موشن اکس موشن به عنوان پیش نمایشی از زبان طراحی کراس اوورهای آینده خود در نمایشگاه خودروی دیترویت 2018 رو نمایی کرد. بر اساس گفته های مقامات نیسان، اولین مدل های این شرکت ژاپنی که در طراحی از کراس موشن الهام گرفتن در سال 2020 رو نمایی خواهند شد. کراس موشن با ترکیب شیارهای سیاه رنگ نمای جدیدی به جلو پنجره بی شکل نیسان میده. تزیینات فلزی نمای جلو و زاویه های جلو پنجره رو تا بالای کاپوت پوشونده. چراغ‌های جلو با طرح یو شکل عریض بودن بدنه رو برجسته تر می کنند. بخش 3/4 جلوی کراس موشن با طرح ملایم گلگیرهای بزرگ و متفاوت، رنگ پیوتر و استفاده از فیبر کربن بسیار جذاب و متفاوت به نظر می رسه. تیم طراحی نیسان در بخش عقب کراس موشن به استفاده از خطوط ملایم ادامه دادند. چراغ‌های باریک تا کناره‌های بدنه کشیده شدند و با اتصال باربند سقفی فضای بار زیادی فراهم شده. آکورا به عنوان برند لوکس و زیر مجموعه هوندا با نمایش نسخه پروتوتایپ نسل جدید کراسوور RDX در نمایشگاه خودروی دیترویت 2018 از عرضه مدل نهایی نسل سوم این مدل پرطرفدار در تابستان 2018 خبر داد. بر اساس ادعای مقامات آکورا، نسل جدید کراسوور پرطرفدار RDX این شرکت بیشترین تغییر و پیشرفت در بین محصولات آکورا طی بیش از 1 دهه اخیر را داشته. در واقع به دلیل اهمیت بالای این مدل
بازطراحی کامل و تغییرات کلی در اون قابل درکه. کراس اوور RDX حدود 1/3 فروش کلی محصولات این شرکت رو در اختیار داره. در نمایشگاه خودروی دیترویت 2018 نسخه پروتوتایپ نسل جدید RDX معرفی شد. نسخه نهایی RDX با کمترین تغییرات نسبت به نسخه پروتوتایپ و استفاده از پلتفرمی کاملا جدید در تابستان 2018 به بازار عرضه خواهد شد. در مقایسه با مدل فعلی که به عنوان یکی از ایمنترین کراسوورهای سال 2017 معرفی شده، نسل جدید RDX وزن کمتر، شاسی مقاومتر و با افزایش 6.35 سانتی‌متر و 3 سانتی‌متر فاصله محورها و فاصله بین دو چرخ ابعاد بزرگتری هم خواهد داشت. خودروساز مطرح آلمانی مرسدس بنز در جریان نمایشگاه خودروی دیترویت 2018 از برنامه‌های خود برای تولید نسخه‌های AMG مجهز به پیشرانه‌های نیمه هایبریدی از کلاس CLS و E خبر داد. پیشرانه‌های به کار رفته در این خودروها از نوع 6 سیلندر خطی 3 لیتری و مجهز به توربوشارژ که به یک سیستم الکتریکی موسوم به EQ Boost مجهز شدند. سیستم EQ Boost در حقیقت یک موتور الکتریکی کوچکه که علاوه بر افزایش قدرت پیشرانه، سیستم الکتریکی 48 ولتی خودرو را نیز تغذیه می‌کند. سیستم مذکور در حال حاضر در بعضی از مدل‌های مرسدس موجوده که از جمله اونها می‌توان به مرسدس S500 سفارش اروپا اشاره کرد. سیستم به کار رفته در S500 عملکرد نرم و بسیار مناسبی داره و سبب افزایش قدرت پیشرانه شده. با این حال مرسدس به دنبال افزایش توان این پیشرانه بوده و اکنون قراره نسخه های AMG مجهز به این سیستم رو با نام AMG 53 رای بازار کنه. بر اساس اعلام مرسدس بنز، از اواخر سال جاری میلادی نسخه های AMG 53 از مدل های CLS و E راهی بازار میشن. در این خودروها همان پیشرانی 6 سیلندر به همراه موتور الکتریکی کوچک به کار رفته و تنها تفاوت در قدرت توربوشارژ هاست. توربوشارژ نسخه های AMG 53 قوی تر از نسخه های معمولیه و همین امر سبب میشه قدرت خروجی خودروها افزایش چشمگیری داشته باشه. که با یه 01 دیگه همراه ما بودیم. لطفاً برنامه 01 رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنین. تا هفته آینده و برنامه بعد، بدرود.